به نام ایران، درود به هممیهنان گرامی. جستار سخن در مورد سندروم استکهلم هست در جامعه ایرانی. سندروم استکهلم یه پدیده روانیه که تو این پدیده گروگان یا قربانی نسبت به گروگانگیر خودش احساس همدلی، مهربانی و وفاداری پیدا میکنه. گاهی این حس وفاداری تا جایی پیش میره که قربانی از کسی که جان و مال و آزادیش رو تهدید میکنه هم پشتیبانی میکنه و از روی علاقه قلبی تصمیم میگیره که آزادانه افسار زندگیش رو به گروگانگیر یا زندانبان خودش بسپره. گویا دلیل این گرفتاری روانی یک گونه واکنش دفاعی هم هست و قربانی برای اینکه امنیت بیشتری کسب بکنه نسبت به گروگانگیر خودش به چنین ناهنجاری روانی رو میاره. اما پیشینه نامگذاری سندروم استکهلم برای این پدیده روانی چیه؟ جریان این بوده که در دهه 80 میلادی در استکهلم سوئد در جریان سرقت ناموفق از یک بانک، 4 تا کارمند بانک، 3 تا زن و یک مرد به دست سارقین برای 6 روز به گروگان گرفته میشن. در درازای این 6 روز گروگان ها یا قربانی ها به گروگانگیرها وابستگی عاطفی پیدا میکنن و این همدلی تا جایی پیش میره که حتی حاضر نمیشن بر ضد اون زندانبان یا گروگانگیر خودشون با پلیس همکاری بکنن. حتی پس از اینکه این 6 روز به پایان میرسه به دفاع از گروگانگیران خودشون میپردازن. سندروم استکهلم داره 4 تا ویژگی هم هست که از این قرارن: احساس مثبت قربانی نسبت به گروگانگیر خودش، احساس منفی همون شخص نسبت به کسایی که کوشش میکنن اون رو رهایی ببخشن. قربانی از دلایل و رفتارهای گروگانگیر پشتیبانی میکنه و زمانی هم که این پشتیبانی رو انجام میده این رو از صمیم قلب خودش انجام میده، یعنی کاملا وابستگی عاطفی پیدا میکنه به گروگانگیره. خب تا اینجا سخن شاید بررسی یک همچین پدیده روانی که یک زندانی نسبت به زندانبان خودش اینجور احساس مهربانی و دلبستگی پیدا بکنه شاید براتون غیر واقعی و مسخره باشه، ولی خب واقعیتی است. در ادامه میخوام بررسی کنم چند نمونه، نمونه ها بسیار زیاده، فقط من گلچین کردم یه تعدادی رو، از وجود این سندروم استکهلم تو جامعه اسلام زده ایرانی براتون انگوش بذارم. اینجاست که میبینیم اون حالا طنز پنهانی که در این سندروم استکهلم نهفته هست تبدیل به یک نگرانی میتونه برای ما بشه که اگه به راستی به هنگام، هرچند الان هم تازه دیره، آغاز نکنیم توی جامعه ایرانی این سندروم استکهلم رو شناسایی بکنیم و مردم رو آگاه بکنیم که خودشون رو از اون رهایی ببخشن، راه خیلی سختری در آینده در پیش خواهد بود. و اما جسار اینه که یک ایدئولوژی ستیزجو و تمامیت خواه به نام اسلام از 1400 سال پیش تا امروز که شاهد جنایتش هستیم مردم یک کشوری رو و میهنمون رو ایران رو به گروگان گرفته. حالا نمونه های سندروم استکهلم رو توی مردم بررسی کنیم. در همین روزهایی که انقلاب ملی ایرانیان داره شکل میگیره میبینیم سرکوبگرانی که تا دندونشون مسلح هستن و یه عده از هممیهنان، اگر فراموش کنیم کسایی که دارن به نفع خود رژیم جمهوری اسلامی کار میکنن، ولی اون کسانی که واقعا بدون غرض این سخن رو میگن، میگن که آره ما این سرکوبگران رو نزنیم، اگه بزنیم فرق ما با اونها چیست؟ یعنی همون گروگانه باز داره یه احساسی رو نسبت به زندانبان خودش، کسی که داره میزنه و میکشه همه رو، احساس دلبستگی پیدا میکنه. میبینیم که فرزندامون تو خیابون دارن کشته میشن، یه عده از ایرانی ها میرن به زیارت قبر یک کسی که برآمده از همون اسلام هست. خب شوربختانه میبینیم یک حرکتی هم از سوی جمهوری اسلامی صورت میگیره و یک کودک طفلی هم زخمی میشه و داغ از دست دادن خانواده رو هم برای خودش در زندگی میبینه.
اینها همه برآمده از یک همچین احساس دلبستگی است که بخشی از جامعه ایرانی شوربختانه که تو این 1400 سال به خاطر سرکوب و تجاوز و شکنجه آزار دیدن، الان نسبت به اون گروگانگیر خودشون که چه ایدئولوژی اسلام باشه چه حاکمانی که دارن این ایدئولوژی رو پیاده میکنن که همین رژیم جمهوری اسلامی باشه نشون میدن. میبینیم که با این کارهای بسیار اهریمنی که ملایان انجام دادن تو این 40 سال خورده ای، الان خیلی از همیهنان به درستی میگن آقا پس از پیروزی انقلاب ملیمون بعد این آخوندها، ملاها و همه نیروهاشون رو که مردم رو میزدن یا باید به صورت قانونی اعدامشون کرد یا فرستاد به اردوگاه کار اجباری. و از اون ور بعضی از همیهنا رو میبینیم که میگن نه، انسانیت پیشه کنیم، آشتی ملی و عفو عمومی و شیوه نلسون ماندلا رو پی بگیریم. این باز همون سندروم استکهلم رو میبینید. بسیجی دست مردم افتاده، مردم دارن میزننش، یه عده میگن که آقا نزنش، این گناه داره، یا اگه این کش اینو بکشینش یه خانواده، زن و بچهش یا پدر مادرش داغدار میشن. بعضی وقتا سخنانی که آدم از این جامعه اسلام زده، به ویژه اونها بخشی که اصلا توی ایران هم نیستن توی این مبارزات، از بیرون یک همچین نسخه های یک همچین سخنهایی میگن، بعضی موقع انقدر طنز تلخ است که آدم میمونه که چی باید بگه براستی به یک همچین نابخردی. آخوندی 44 ساله مردم رو به اسارت گرفته، الان مردم عمامش رو برمیدارن میندازن و میبینین یکی میگه آقا اذیتش نکنید، شاید این آدم آدم خوبی باشه. ملایان داریم که نون رو از سر سفره کودکان بریدن، اونا رو کارتون خواب کردن. و باز کسی رو میبینیم که میاد میگه که آقا به آخونده جلوی بچهش هیچ وقت توهین نکنین، چون اون بچه آزرده خاطر میشه. انگار که مردم هستن که مسئول بیشرافتی و بیوجدانی وجود یه شخصی مثل آخوند تو جامعه هستن. کسی که مسئول در قبال اون بچه خود همون پدر بیشرافتش که آخوند هست هست، نه کسی که داره نسبت به اون یه واکنش نشون میده. مردم چه درون کشور چه بیرون دشنامهایی رو به نسبت به مادر این سپاهی ها نثار میکنن که براسی دشنام اصلا کمه برای اینها، پس از براندازی باید به شدت به کارشون رسیدگی بشه. ولی به هر روی نسبت به یک همچین واکنشی که مردم به اینها دشنام میدن، یه عده از همینا میگن آقا این کار زن ستیزیه و به مادر بیچارش چه کار داری؟ دوستان، یک مادری که چنان طوله اهریمنی رو پس میندازه که اینجور جوونا و مردمون و بچه هامون رو میزنه و تیکه پاره میکنه تو خیابون، این به دنیا آورنده یک اهریمنه. و تفاوت هم نمیکنه، مسئله جنسی نیست که بگیم این پدرش بوده یا مادرش بوده و اگه کسی دشنام میده کار زن ستیزی است. یعنی سخنم به راستی گاهی دوست ندارم بگم، ولی در حد تمسخر هست بعضی از دیدگاه‌هایی که آدم میبینه، به ویژه الان که میدان نبرد هست، یعنی انقلاب ملی داره پیش میره و خیلی حساسه که یکی یکی این سرکوبگران و نیروهاشون به دست مردم هم از نظر فیزیکی هم از نظر روانی له و لورده بشن. از اون ور کسایی رو میبینیم مثل که دارن حکم اعدام میدن بر اساس همون قوانین اسلام، و دسته ای که هنوز دچار این سندروم استکهلم هستن، یا آقا به قوانین به اعتقادات دیگران احترام بذارید، اسلام رو نقد نکنید. مگر اعتقاد یک کسی مثل قاضی سلواتی، رئیسی آدمکش، اون گروه اصلاحاتچی ها، اینها همه اعتقاد و باورشونه دیگه، کجای این احترام داره یک همچین عقاید احمقانه و ضد انسانی که اینها دارن؟ اتفاقا باید کاملا اسلام نقد بشه، اون چهره اهریمنیش و اون جنایتی که به ویژه امروز داریم تو روز روشن میبینیم برای همه نشون داده بشه. یه نمونه دیگر هم بگم و پایان سخن رو پی بگیرم.
همین امروز که سرکوبگرا که توی شهرهای کوچیک قابل شناسایی هم هستن توسط مردم، جوونا مردم رو دارن میزنن و میکشن، به راستی یه کار درست همینه که همکلاسی های بچه های اینها توی مدارس شرم و ننگ و به پدر مادر موضوع این سرکوبگرا به جلوی بچه هاشون نشون بدن. یعنی اون همکلاسیه بگه بابا واقعا این بابای تو چه آدم بیشرفیه که اینجور داره مردم رو میزنه. خب با یک همچین دیدگاه منطقی باز گروهی از همیهنا رو میبینین که دچار سندروم استکهلم هستن که میگن که آره قلدری کردن رو به کودکان یاد ندید. این اصلا قلدری نیست، این آموزش درس آزادگیه که بچه از همون 8 سالگی توی مدرسه بفهمه که یک نیرو نیروی اهریمنیست و نباید در برابرش خفه خون گرفت و کار رو به جای رسون که امروز پس از 40 سال کش دادن یک فاجعه اینجور شاهد گرفته شدن جان بچه هامون تو ایران باشیم. البته که هیچ افتخاری هم بالاتر از جان سپاری برای ایران نیست، ولی اینها همه پتانسیل هایی بودن که اگر این فاجعه 40 چند ساله به درازا کشیده نمی شد میتونستند این پتانسیل ها در آینده به ایران به سرزمین خودشون در زندگی خدمت کنند. اما پایان سخن، اگه نمودهای سندروم استکهلم که ایرانیان اسلام زده پس از 1400 سال شکنجه و تجاوز و غارت بهش دچار شدن در میان مردم شناسایی نشه و مردم رو دربارش آگاه نکنیم، حادثیه هنوز پس از پیروزی انقلاب ملی در سالهای آینده هم باز این آدم خاران دوباره حاکم خواهند شد به شکل گونه دیگه ای و باز ایرانیان رو به گروگان خواهند گرفت. پس خرد حکم میکنه که در برابر اسلام این ایدئولوژی که با گردن کلفتی به نسل کشی ایرانیان پرداخته باید با مشت آهنین و بدون کمترین حس رحم و نگرانی باید با مشت آهنین در برابرش بیستیم. سپاسگزارم از توجهتون. کوشش برای روزهای بهتر. بدرود.